قسمت 23 از کتاب زینب، دوران بعد از زندان زیبا ناوک، از صفحه 245 تا صفحه 257. من با مشکینی همچنان در ارتباط بودم و اگر برنامه هایی پیش می آمد که به کمک او نیاز پیدا می کردم یا برای خود او جالب می شد با او تماس می گرفتم. از جمله این کارها کمک به زنی بود که برای مشاوره پیش من آمده بود. او ضمن اینکه همسر و دو فرزند داشت با مرد دیگری رابطه جنسی برقرار کرده بود. این زن برای اینکه شوهرش بچه هایش را از او نگیرد تقاضای طلاق نمی کرد. او مدتی بود که به اتفاق بچه هایش در خانه مادرش زندگی می کرد. رابطه مخفی با معشوقه پسرش او را دچار بحران روحی کرده بود و نمی دانست که در آن شرایط چه تصمیمی را اتخاذ کند. بعد از چند جلسه مشاوره و تعریف ماوقع زندگیش از دوران نوجوانی و عقد زوری با مردی که دوستش نداشت، او با روشنگری های من نهایتاً به این نتیجه رسید که علناً از شوهرش درخواست طلاق کند، حتی اگر از بچه هایش دور شود. من از مشکینی خواستم که با استفاده از نفوذ خودش به این زن کمک کند تا با تسریع این امر او هر چه زودتر به یک زندگی باثبات و قابل دفاع در محیط اطرافش برسد، وگرنه در آینده آرزوهای منفی آن قابل جبران نخواهد بود. دخالت من و مشکینی در این زندگی و صحبت با همسر این زن همه ما را به نتیجه کمتر بدتر از سابق رساند و این خود گام بزرگی بود. مرد در مدت 24 ساعت به طلاق زن رضایت داد ولی بچه هایش را از پیش او برد. مشکینی ابتدا بنا به اعتقادات مذهبیش که طلاق عرش الهی را به لرزه در می آورد و از این حرفها راضی به این کار نبود. ولی وقتی در جریان جزئیات ماجرا قرار گرفت، علی‌رغم اکراه با ما همکاری کرد. مشکینی در جمع دوستان به ندرت پذیرفته می شد. نمی دانم چرا افراد در برخورد با او احساس خوبی نداشتند. البته این احساس به صورت نیمه خفته در من هم نسبت به او بود. بعد از 10 سال که به ایران بازگشته بودم، در ارتباط با بعضی دوستان سابقم می دیدم که چطور حتی بچه ها و نوجوانان از او هنوز با حس ناخوشایندی یاد می کنند. مشکینی در همین روابط من با دختر بسیار ظریف مریفی که قبلا دانشجوی پزشکی بود ولی در سال 5 یک دفعه تصمیم به تغییر رشته در مامایی گرفته بود در ارتباط نزدیکی قرار می گیرد و به شدت به او هم علاقه من می شود. البته جای نفس بیشتری برای من بود که از فشار احساسات او کمی راحت تر گردم. ضمن اینکه احساس می کردم او قصد تحریک قوه حسادت را نیز در من دارد. در آن روزهای آخر از مشکینی مبهم یادم می آید که با برخوردهای تندی بین ما، او در حالت عصبانیت میز شیشه‌ای خانه مرا می شکند. به هر حال بعد از صورت گرفتن طلاق واقعی من و بعد بستری شدن در بیمارستان‌های روانی، دیگر فرصتی پیش نیامد که با مشکینی در ارتباط نزدیکی قرار گیرم و طولی نکشید که مقدمات مسافرت من به آلمان تدارک دیده شد. مسافرتی که نمی‌دانستم حداقل 10 سال طول خواهد کشید. می‌دانستم هر جایی باشم مشکینی مرا پیدا خواهد کرد، ولی به علت حالات روحی و آسیب‌های فراوانی که ناشی از بروز بیماری‌ام متحمل شده بودم، توان زیادی برای حفظ ارتباطاتم نداشتم، به ویژه در رابطه با مشکینی که ترس نهفته ای نیز به او در من بود. بنابراین ترجیح دادم که حتی او را از این مسافرتم مطلع نسازم. اینک اما آماده ام برای رویارویی با تمام گذشته‌ام و پذیرش تک تک انسانهایی که در زندگیم به نوعی حضور داشتند و از جمله آنها علی مشکینی. بعد از اتمام دوره مهمانی من در دانشگاه‌های تهران، من باز به مشهد برگشتم. این بار پدرم پیشنهاد کرد که خانه مناسب در مشهد اجاره کنم که چنانچه آنها نیز برای زیارت به مشهد آمدند، به جای هتل در آنجا بمانند. اکثریت اطرافیانم بر آن بودند که اجاره خانه در شهرستان برای یک زن تنها به راحتی میسر نخواهد بود. ولی باز بنا به خوشبختی و خوششانسی من، یک بنگاهدار محترمی درست در نزدیکی دانشکده خانه بسیار مناسب و دلنشین در یک محل خوب و نزدیک به دانشکده هم به من معرفی کرد. این واحد آپارتمانی در طبقه سوم روبروی خانه خودش بود. من عاشق این خانه نوساز و شیک و دنج شده بودم. خانه با 2 اتاق، حال بزرگ المانند، راهرو آشپزخانه و حمام دلنواز و منظره بسیار زیبا در صبح زود و به خصوص غروب با پرواز کلاغ‌ها.
صاحب خانه من یا همان بنگاهدار محترم مردی بود که بعد از فوت همسرش تنها با 3 فرزندش زندگی میکرد. او با اینکه چند بار تمایلش را به ازدواج با من نشان داد، ولی بدون هیچ مزاحمت در اصراری در این امر با حفظ احترام متقابل، ما نزدیک به 2 سال همسایه های خوبی برای همدیگر شدیم. من تمام مشکلات درمانی آنها و دیگر همسایه ها را رفع و رجوع می کردم. با هیچ کسی در آن ساختمان مشکلی نداشتم و همه نیز صمیمانه دوستم داشتند. در این خانه همه وسایل رفاهی را آجان و فران برایم تهیه کردند و من دیگر سارای زیر شیروانی نبودم و شرایط زندگیم کاملا متفاوت از دوران اوایل تحصیلم شده بود. از این رفاه به قول فران چه سوء استفاده هایی به ویژه در اوج حملات مانیم برای تغییر جهان و خوشبخت نمودن فقرا که نکردم. همه در جای خود به مرور خواهند آمد. این شرایط بهتر رفاهی و دوری از 2 خانواده هم بی تأثیر در گشایش روحی و اوجگیری تغییر و تحولات من در ابعاد مختلف زندگی هم نبودند. حالات عجیب عرفانی و بحرانهای زیبای رهایی و سبکبالی با ترانس ها و خرسه های مانی به رو می آمدند تا بعد از سالها خفتگی بیدار شوند و طعم شیرین لذت آمیزش خود و خدا را در وجودم جاری سازند. با صاحب شدن این خانه زیبا فکری در رابطه با خاماجان به ذهنم رسید. مادرم و خاماجان از همان اوایل با هم اختلاف داشتند و آبشان توی یک جوب نمی رفت. وقتی فران از زجرها و ناراحتی هایی که در جوانیش از خانواده شوهر به ویژه مادر شوهرش حرف می زد، آکنده از خشم و کینه و احساس انتقام می شد. سالهای سال از آن زمانها گذشته بود، ولی باز از کینه و ناراحتی فران ذره ای کم نشده بود. توصیه ها و نصیحت های دیگران نیز مبنی بر فراموشی گذشته فایده ای نداشت. اشتباه خانواده پدرم نیز این شد که بعد از مرگ بابا بزرگم خانه مستقل برای خاماجان تهیه نکردند و او مجبور شد که تمام این سالها در خانه دخترها و پسرهایش و عمدتاً در خانه ما زندگی کند. از آنجایی که آجان مسئول اصلی خانواده بود، او عهده‌دار تمام مخارج و کارهای خاماجان شده بود. به مرور زمان که مامان قدرتش در خانه بیش از پیش می شود، مادر سالاری او و اعمال نفوذ شدیدش عاملی شد که خاماجان بیشتر تحت فشار قرار گیرد. فنری که یک زمان به سمت دیگر کشیده شده بود، با رها شدنش بلافاصله در نقطه وسط و تعادل قرار نگرفته بود، بلکه با جهش‌های شدید به سمت مقابل می‌خواست که جبران فشارهای گذشته را نماید. هر باری که خاماجان خانه ما می‌آمد، محال بود که دعوایی صورت نگیرد. مامان دنبال بهانه‌ای می‌گشت و خاماجان هم که کمبود یک زندگی مستقل را داشت، مترصد فرصتی بود که در غیاب دیگران کارهایی را انجام دهد که دوست داشت. خاماجان دیگر از مهمان بودن در اینجا و آنجا و مراعات دیگران در همه جا با احساس دین و تعهد به آنها خسته شده بود. آخر چقدر باید از او پذیرایی می‌شد؟ قضا جلویش گذاشته می‌شد، کارهایش را انجام می‌دادند. او دلش می‌خواست برای خودش باشد، اتاقی برای خودش داشته باشد، غذایی برای خودش درست کند، هر وقت دوست دارد بخوابد، بیدار شود، راحت بگوزد، بی‌دغدغه حمام کند، لباس بپوشد یا نپوشد، هر چقدر دلش می‌خواهد تلفن بزند، چادر سر نکند، مهمان‌های خودش را داشته باشد و غیره. با کوچکترین اتفاقی مامان مسائل را به گذشته می‌کشاند که آره فلان و بهمان و تعریف بلاهایی که در جوانیش توسط خانواده شوهر بر سرش آمده بود. خاماجان اگر به قابلمه دست می‌زد، واویلا می‌شد که بله، او با انگشتانش از خورشت گوشت برداشته یا غیره. موهایش در خورش ریخته یا غیره. انگشت به کرم مامان زده یا پولی کم شده و اتفاقات مشابه دیگری که در هر خانواده امکان پیش آمده آنها هست. آجان بارها به فران گفته بود خانم عزیزم، بیا ماهی 100,000 تومان فقط برای این کارهای خاماجان از من بگیر و کاری به او نداشته باش. من این خسارتهای تو را جبران میکنم. ولی فران میگفت نه، مسئله اصلا مالی نیست. من نمیخوام کسی این تعرضها را به حریم من بکند. من اصلا احساس آرامش ندارم و دلم نمیخواد او اینجا باشه. این دعوا و مرافعه همیشه و همیشه ادامه داشتند. یکی خاماجان میگفت، یکی فران، و دخالتهای آجان که به هر دو طرف وابسته بود در بهبود این سیکل معیوب تأثیر نمیکرد. من گذشته ای که مادرم از آن میگفت را نمیشناختم و حال را شاهد بودم که مادرم در موضع قوی تری بود و اعمال فشارهایش بیشتر. بنابراین به سهم خودم تلاش میکردم از ناراحتی های خاماجانم هر طور شده بکاهم. و
وقتی بعد از این دعواها و ناراحتی ها فران به من میگفت که خانوم را به خانه عمه هایم ببرم یا خاماجان دیگر نمیخواست آنجا بماند، از صمیم قلب داوطلب این کار میشدم. در تمام طول راه برای بهتر کردن روابط آنها گوش خاماجان را از چاخان پاخان هایم پر میکردم. خاماجان، مامان عصبانی بود، خجالت میکشید که از تو شخصا معذرت خواهی کند. مشکلاتی در بیرون برایش پیش آمده بود، از جای دیگر دلش پر بود. نگاه کن، این 500 تومان را مامان به من داده که من یک جعبه شیرینی برایت بخرم تا ناراحتیت از دلت بیرون برود، و دهها دروغ دیگر، در حالی که همان جعبه شیرینی را هم از پول خودم برایش خریده بودم. آنقدر که نزدیک خداحافظی میگفت نه میدونم فخری بهترین عروس منه، او خیلی کارها و خوبیها در حق من کرده، من هیچ وقت فراموش نمیکنم. آره حتما از جای دیگر عصبانی بوده. و خلاصه آرام می شد و من خیالم راحت که مبادا خاماجان با کینه و نفرت از مادر من جدا شود و این آه و ناراحتی او یا انرژی منفیش یک جورهایی به مادرم برگردد. آخر همیشه از خدایم خواسته بودم که همه درد و بلاهای پدر و مادرم را به سوی من برگرداند و من را فدای آنها کند. قبلا این احساس را نسبت به خواهرها و برادرهایم نیز داشتم، ولی این احساس مدت هاست که با آنها کمی کمرنگتر شده است. یک روز که آجان از تصمیم قطعی من برای طلاق با جمال مطمئن شده بود گفت زینب، بزرگترین آرزوی من الان خوشبختی توست و اینکه یک روز من بچه تو را ببینم، چون در آن صورت دیگر با خیال راحت میتوانم بمیرم. هنوز جمله آجان کامل تمام نشده بود که نفهمیدم چگونه از اعماق وجودم بی اراده و ناخودآگاه جمله بیرون آمد و من یک دفعه مثل بچه های کوچک به بالا و پایین پریدم و گفتم پس من هیچ وقت بچه دار نمیشم، نمیشم که شما نمیری، هیچ وقت، هیچ وقت. آجان با این حرکات و جملات من در جا خشکش زد و خیره به من ماند. او و مامان همیشه به یک سری حرفهای من طور دیگری نگاه میکردند، انگار که نشانه هایی از الهامات ماورایی بودند. در واقع آجان از زینب شدن من و مباحث معنوی و عرفانی زیادی که با هم داشتیم بسیار تأثیر پذیرفته بود و به دنبالش از آن صفات صرفاً معامله‌گرانه هم با دیش بیشتر کناره گرفته بود. هیچ وقت یادم نمی رود حالت چهره و تغییر روحیات آجان را وقتی که یک روز درباره امام زمان با او بحث داشتم. به او گفتم از مهمترین آرزوهای من این است که یکی از 113 یاران امام زمان باشم. وقتی او از دیدگاه خود این تفکرات من را زیر سوال برد و پرسید آخر منتظر کدام قائم هستی؟ من بی اراده و بلا فاصله از جایم برخواستم و گفتم قائم وجود، من وقتی برخواستم قائم شدم. آجان با این برخواستن و حالت من دگرگون شد و باز خیره به من ماند و من ادامه دادم پس تو هم برخیز تا قائم شوی، قائم امامی است که برمیخیزد و قیامت را از خود آغاز می کند. آن زمان این مفاهیم برایم باریک جوبهایی از چشمه حقیقت بودند که بر وجودم جاری می گشتند، ولی هنوز میبایست بیشتر جان میگرفتند تا قابل ارائه و تحقق برای فراتر از خودان و خودها گردند. باری با امکانات رفاهی عالی و این خانه شیک به اضافه اتومبیل فران که در اختیار من قرار گرفته بود، حق آن بود که آجان و فران نیز از نتیجه آن بهره مند میشدند. از این رو به آجان پیشنهاد کردم که با آمدن خاماجان به پیش من موافقت کند و نه نگوید. آجان، میدانم تمام مسئولیت های زندگی خاماجان با شماست، ولی اگر شما با این فکر من موافقت کنید به نفع همه ما میشود. خاماجان اگر پیش من بیاید اولا من تنها نمیمانم و از وجود او که شاید با این سن بالا چند مدتی بیشتر پیش ما نماند من بهره مند میشوم. دوم خود خاماجان راحت میشود. خانه من برای او تحقق آرزوی 30 ساله اش است که شما حالا به هر دلیلی آن را برآورده نکرده اید. این خانه بزرگ و کافی است برای هر دوی من. من هم اکثرا بیمارستان یا دانشگاه هستم. پس خاماجان برای خودش خانومی و شاهی خواهد کرد. ضمن اینکه امام رضا هم پیشش است. خودتان می‌دانید که او چقدر آرزوی زیارت حرم امام رضا را دارد. از طرفی مامان هم راحت می‌شود و این دفعه مرافعه‌ها تمام می‌شود. خانه مال شماست. خرج و مخارج را هم که شما متقبل می‌شوید. پس باز به نام شما تمام می‌شود. برای من ممکنه زندگی با پیرزن حدود 100 ساله کمی سخت باشه، ولی من خاماجان را با تمام زحمتهایش دوستش دارم. تازه خاماجان تر و تمیزه و انقدر هم ضعیف و ناتوان نیست که به مراقبت خاصی نیاز داشته باشد. خواهش میکنم آجان با این پیشنهاد من موافقت کنید. باور کنید که به نفع همه ماست.
آجان کمی به فکر فرو رفت. او همیشه می گفت این دختر من زینب خیلی عاقل است. گویی داشت با خودش تمام جنبه ها را در نظر می گرفت که آیا مادرش را در این آخر عمری از خودش دور کند یا نه. آجان کمی به فکر فرو رفت. او همیشه می گفت این دختر من زینب خیلی عاقل است. گویی داشت با خودش تمام جنبه ها را در نظر می گرفت که آیا مادرش را در این آخر عمری از خودش دور کند یا نه. ولی در ته دلش همیشه یک اطمینان و اعتمادی به من داشت. کمی بعد خنده آجان حاکی از جواب مثبت او به من بود. حال باید خاماجان را راضی می کردم که آن هم زیاد سخت نبود. کمی منت کشی و ناز و نوز کردن و التماس های کشکی و شیرین زبانی کارساز می شدن. خاماجان آخه من غذاهای سلف سرویس دانشگاه را دوست ندارم. پس کی باید برای من غذا بپزه و برای من شکم و کوکو سبزی های خوشمزه درست کنه؟ مثل قصه عباس دمیچی که مار روی کوکو نشسته بود. آخه کی خونه من تنبر را خوب گردگیری کنه و کی لباس هم را قشنگ تا بکنه؟ آخه کی؟ زهر ما، پس منو برای این کارها میخوای؟ خاما جان، دلت میاد من تنها باشم؟ نمیخوای هر وقت خواستی امام رضا را ببینی؟ اصلا خودم بهش میگم پیشت بیاد. ای وای قیز، استغفر الله، گناه داره. خاما جان من درست بزرگ شدم ولی دوست دارم باز قصه های تو را بشنوم. تصور کن هر شب تو برای من قصه بگی و من خوابم میبره و غر میزنی که خسته شدم و من باز با همون حالت خواب آلودگی میگم دوباره دوباره. هان هان سن اول سن. آره تو بمیری به ترکی. خاما جان مطمئن باش دوران خیلی خوبی با هم خواهیم داشت. همه جا خودم با ماشین میبرمت و میگردونمت. هرچی بخوای برات میخرم. دوتایی با هم کیف میکنیم. دور از همه این جار و جنجال ها. هر وقت هم دلت برای دخترهات و نوهات تنگ شد با هواپیما میارم تهران. قبول؟ نه نمیشه بگی. باشه باشه. و خاما جان هم قبول کرد که بله همونطور که حدس میزدم. مهمترین و اصلی ترین انگیزه برای من خود خاما جان بود و اینکه من نوه بهترین بچهش کاری را برایش انجام دهم که او سالها از آن محروم مانده بود. خواسته ای که نیاز هر انسان است برای خود بودن و داشتن فضای تنهایی خیش و تحقق خواسته های فردیش و اعمال قدرت خیش حتی در یک محیط کوچک خانه. وابستگان او با ترحم به پیری او و دلسوزی های سطحی و احترام کاذب به مادر بزرگ تحت عنوان مهمان و عزیز بودن او را از حق طبیعیش محروم ساخته بودند. جلوی خاماجان با احترام غذا می گذاشتند در حالی که نیاز او به غذا پختن و کار کردن بود. او نیاز به همکاری و مشارکت داشت، نیاز به بودن و حضور فعال و نیاز به حاکمیت و اعمال قدرت و فاعل بودن، در حالی که سالها تحت عنوان محبت و عزت و احترام او مفعول و مفعول و مفعول مانده بود. خاماجان خانه پسرش علی می آمد با مادرم درگیر می شد. به خانه دخترهایش می رفت، علی‌رغم احترام زیادی که دوتا دخترها و دامادهایش و نوه های دختریش همیشه برای او قائل بودند، علی احساس سربار بودن می کرد و آبرویش را در خطر می دید و بعد از مدت کوتاهی می گفت مرا به خانه علی ببرید چون بالاخره او پسرم است. به هر حال او متأثر از فرهنگ مزخرف و متحجر ما در این بیش از 30 سال آن استقلال و آرامشی که هر کسی محق آن است را نداشت. حال این امکان در این خانه من بود که در آن این احساس دیرینه برایش احیا و برآورده شود. آغاز زندگی جدید با خاماجان برای من تجربه قشنگی بود. تجربه‌ای که 7 ماه طول کشید و پر از خاطرات شیرین و دلنشینی برای هر دوی ما و همه اطرافیان ما شد. خاما جان خانه من را بسیار دوست داشت. همه کارهای آن را خودش عهده‌دار شده بود. از گردگیری و جارو و غذا پختن، شستن لباس‌ها و غیره. او همه این کارها را با عشق و علاقه می‌کرد و من به هیچ وجه مانع نمی‌شدم. برخلاف بسیاری که با احساس ترحم و دلسوزی و احترام کاذب مانع از مشارکت او می شدند. ظهر یا بعد از ظهر که از بیمارستان برمیگشتم با غرغرهای بامزه و دوست داشتنی خاماجان روبرو می شدم. او با خاک اندازی پر از گرد خاک و آشغال که از صبح برای من نگه داشته بود به سوی من می آمد تا نشان دهد که چقدر زحمت کشیده و چقدر خانه پر از آشغال و گرد خاک بوده است. خونه است اینجا، نگاه کن. وا نه بابا، این همه آشغال از این خونه چطور ممکنه خاما جان؟ وای اگر تو نبودی من چیکار میکردم؟ و او با این حرفا احساس غرور میکرد. خاما جان چه میگفتم و چه نمیگفتم دوست داشت که لباسهایم را بشورد و وقتی زورش به شستن حوله و پارچه های سنگین نمیرسید با پاهایش آنها را میشست
وقتی می دیدم او با پاهایش که لای انگشتانش زخمهای قارچی بود حوله مرا شسته است، گاهی احساس خوبی نداشتم، ولی چشمانم را می بستم تا نبینم و فکرم مشغول مسائل بهداشتی نشود. شوربا و کوکو عمده غذای من و خاماجان شده بود. این دو غذای ساده غیر گوشتی را بسیار دوست داشتم، به خصوص این که برای خاماجان زیاد زحمتی نداشت. آخ، چقدر بعدها افسوس می‌خوردم که چرا برای خاماجان کم گوشت خریده بودم. خاماجان به علت ضعف بیناییش متوجه ریختن موهایش در غذا نمی‌شد. ابتدا برایم چندش‌آور بود. از غذا مو بیرون می‌کشیدم، ولی چیزی نمی‌گفتم و تحمل می‌کردم. کم کم دیگر فقط موها را کنار می‌گذاشتم و ما مشغول کردن خودم سعی می‌کردم که حداقل اشتهایم را از دست ندهم. اگر امروزم بود که هیچ تحمل و گذشتی دیگر برایم قابل پذیرش نیست، از همان ابتدا همه احساساتم را بیان می کردم. بعد از مدتی انگار خاماجان خودش متوجه این مسئله شده بود، چون چند باری مرا به آشپزخانه صدا کرد و گفت زینب نگاه کن، من می خواهم این روسری را اینطوری موقع آشپزی سرم کنم تا مواد مو توی غذا بریزد، خوبه؟ آره خوبه خاماجان، ولی خیلی هم فکرت رو برای این ناراحت نکن. مدت هاست دیگه من غذاهای تو را در همه حالت دوست دارم. یک روز وقتی به خانه آمدم دیدم خانم ظاهر ناراحتی به خود گرفته و میگوید وای زینب، حواسم پرت شد و کوکوها سوختند، فقط همین یک ذره مانده که میبینی. خاماجان میدانست که من کوکو سبزی او را خیلی دوست دارم. از لحن صحبتهایش احساس کردم قصد شوخی با من دارد. من هم زود گفتم خاماجان خودت را اصلا ناراحت نکن، بالاخره توی خونه هر اتفاقی میفته، چیزی میسوزه، میشکنه، پاره میشه، خراب میشه. به این جملات که همگی را ترکی میگفتم حالت شعرگونه ای دادم که خیلی بامزه شد. یانار دا، سینار دا، داشار دا، توشر دا. بعد از آن یواشکی به آشپزخانه سری زدم و همه کابینت ها را گشتم. بله، کوکوهای سرخ شده لذیذ همگی در یک دیسی در گوشه کابینتی قایم شده بودند. چندتایی از آنها را همونجا لقمه چپم کردم و به اتاق برگشتم و باز به ترکی همان شعر را با آهنگ خواندم. آره خاماجان، اصلا ناراحت نباش که توی خونه سوختنها، شکستنها، سررفتنها، خراب شدنها همه عادیان. مبادا خودت را سرزنش کنی ها. هرگز خاماجان، هرگز. و جای شما خالی. یک ساعت بعد دیدنی بود قیافه خاماجان با دیدن دیس تقریبا خالی. ای پدر سوخته، پس تو خونه ها سوختن هاست، سرریز شدن هاست، شکستن هاست، تازه شعر میخونی برام؟ منو دست انداختی شکم روی بورجک آب زیر کا؟ همه کوکوها رو هپ هپو کردی، تازه منو دلداری میدی و شعر میخونی؟ و هی میگفت و دعوا میکرد و هر دو میخندیدیم. اگر بگویم این خاطره را 200 بار بیشتر به دیگران تعریف کرده بود اغراق نکردم. خاماجان هر روز برای کلاغ‌ها و پرنده‌ها نون ریز می‌کرد و لب پنجره می‌ریخت. او خیلی دوست داشت که به نوه‌ها و دخترهایش زنگ بزند، ولی هیچ جا با خیال راحت نمی‌توانست این کار را بکند، چرا که مبادا پولش زیاد شود، به خصوص در خانه ما که وجود مادرم برای او همیشه عاملی بود که هیچ وقت دل سیر نمی‌توانست با کسی حرف بزند. من این کمبود را به وضوح در او احساس می‌کردم. برای همین با خودم تصمیم گرفته بودم خاماجان در این مدتی که با من هست با هر کس و هر جایی که دوست دارد راحت و دل سیر صحبت کند، حتی با کشور خارج. دلم میخواست اینجا هم چشمم را به روی هزینه های آن ببندم. دوست داشتم امکان تمام کارهایی که برایش لذت بخشند را فراهم کنم. چنانچه او تنها کسی در زندگی من بود که برایش سیگار تهیه کرده بودم و عشق و محبتم به او نفرت از سیگار و دود را مغلوب کرده بود. خاماجان کیسه ای داشت که شماره تلفن های نوه ها و نزدیکانش را در آن نوشته بود. با تمام احساس راحتی که با من داشت باز خجالت میکشید که به من بگوید تا آن شماره ها را برایش بگیرم. از این رو هر از چند روز من تظاهر به دلتنگی برای دخترمه ها و عمه ها و نزدیکانم را میکردم که او شماره های آنها را داشت و چه خوشحال میشد او. با آشنایی از روحیات خاماجان که نگرانی برای پول تلفن و هزینه ها میکرد، باز بهانه ای می آوردم که مثلا من باید آشغال ها را بیرون ببرم یا به همسایه ها سر بزنم و امثاله هم، که او در یک فضای آرام راحت راحت حرف بزند. بعد از 10-15 دقیقه که برمی گشتم تازه او بود که دعوایم می کرد که کجا ماندم و بیایم و خداحافظی کنم. یادم نمی آید که در عمرم برای کسی به اندازه خاماجان فیلم بازی کرده باشم. ادا و اطوارهایی که شاید او خودش می دانست همه تظاهرند و دروغ، ولی از آنها لذت می برد.
رفتارهایی که با توجیه دروغ مصلحتی مقتضی شخصیت آن زمانی من بودند و امروزه شاید هیچ یک از آن کارها را نخواهم و نتوانم انجام دهم. خانم مرندیان یکی از دوستان مشهدی من مسئولیت بردن خاماجان را به حرم امام رضا به عهده گرفته بود و حداقل هفته یک بار او را به حرم می برد. او زنی 50 و چند ساله بود که در شرایط فقر زندگی می کرد. او نظافتچی خوابگاه ما بود که از این طریق ما با هم آشنا شده بودیم و دوستی من هر روز بیشتر و بهتر شده بود. من حتی فاطمه و محمد را به خانه آنها برده بودم. دو بچه آخری او همسن و سال فاطمه و محمد بودند. خانه او در یکی از مناطق بسیار پایین مشهد بود که در 15-20 متری آن ریل‌های قطار بودند. خانم مرندیان عاشق خاماجان بود و خاماجان هم عاشق او. واقعا دیدنی و عجیب بود تماشای مصاحبت و همنشینی این دو نفر با هم و رابطه زیبایی که این دو با هم داشتند. خاماجان یک کلمه فارسی بلد نبود، شاید فقط آره یا نه. و خانم مرندیان هم یک کلمه ترکی بلد نبود، ولی زیبا بود نیروی عشق و احساسی که آنان را این چنین به هم وصل می‌کرد که ساعت‌ها با هم می‌نشستند و گرم صحبت می‌شدند. تو گویی اصلا کلمات و زبان فقط ابزاری برای چگونگی احساس دل هاست و به خودی خود معنی ندارند. آخ که چه لذت می بردم از این صحنه گفتگو و درد دل آنها با هم. آنقدر خانم مرندیان خاماجان را دوست داشت که بعد از مرگ خاماجان پیراهن او را از من خواست تا به یادگار از او همیشه داشته باشد و من از فاطمه عمه پیراهنی که او معمولا می پوشید را گرفتم و به خانم مرندیان هدیه کردم. چه گریه های زیبایی میکرد خانم مرندیان با مالیدن آن پیراهن به سر و صورتش. با خاماجان وقتی خانه خانم مرندیان میرفتیم همه فکرش این بود چطور برای بچه های او و این زن زحمتکش کاری بکند. یک روز در تهران وقتی هر دو در خانه مجلل خواهرم سهیلا بودیم و خاماجان اتاق امین و رامین را مملو از اسباب بازی های مختلف و متنوع میدید، یواشکی هی به من اشاره میکرد و میگفت زینب کاش میشد چند تا از این اسباب بازی ها رو برای بچه های خانم مرندیان می بردیم. خانم بخشی هم از افرادی بود که خاماجان را گهگاهی به حرم می برد، ولی او ترجیح می داد که با خانم مرندیان بیشتر باشد و بیشتر از همه دوست داشت که با خود من به حرم برود، طوری که آخرها دیگر آن را به صورت یک آرزو بیان می کرد. زینب تو دیگه چرا حرم نمیری؟ میدونی چقدر دوست دارم که با تو زیارت برم؟ خاماجان تو هر وقت بخواهی من میگویم که تو را حرم ببرند، ولی من دیگر مثل سابق خودم را نیازمند به این زیارت ها و برنامه ها نمیدانم. استغفرالله زینب، تو آخه دختر متدین و مؤمنی بودی، مبادا که دیگر کنار بگذاری. من میخوام با تو حرم برم، فهمیدی؟ با تو. بالاخره حرفهای خاماجان کارگر شد و من با تمام سختی که همراهی با او داشت چند باری با هم به زیارت حرم امام رضا رفتیم.